رادیو همراه بفرمایید. سلام آقای دکتر، خیلی خوشحالم با هاتون صحبت میکنم. از آلمان به شما زنگ میزنم. یه بارم من توی کنفرانساتون شانس رو داشتم شرکت کردم و خیلی تجربه خوبی بود. واقعا you were even nicer in person. همه اینو میگن. آخه میدونی چرا؟ نه میدونی عزیز اتفاق، من تو کنفرانس این دفعه گفتم که من رو خط رادیو تلویزیون خیلی سگ و بد اخلاقم، ولی اینجا نیستم. خب علتش هست که شما میاد پول میدید، این شنوندگان و بینندگان که پولی نمیدن، تازه طلبکارم هستن. دلیلش اون بود، اگر اون موقع مدام نایسی بودم که به نظر تو آمده، ولی خب فقط به خاطر اون پوله بود. ای پول نمیدادی، باز همین سگ و بد اخلاقی که رو خط رادیو تلویزیون هست می بودم. به هر حال اوکی، خیلی خب، پس بنابراین دفعه دیگه بیشتر میگیرم. تو اولا چند سالته؟ چه مدتی آلمانی عزیز؟ بله، من 29 سالمه. من 10 ساله که آلمانم، با مادرم مهاجرت کرده بودم آلمان، ولی از 6 سالگی خارج از ایران زندگی میکنم. یعنی از 6 سالگی با مادرم و پدرم رفتیم به کشور عربی، اونجا زندگی میکردیم. بعد 10 سالم بود که مامان بابام از هم جدا شدن و متاسفانه خاطره خیلی خوبی ندارم وقتی پدر و مادرم با هم بودن. و من در اصل شما زنگ زدم به خاطر اینکه درباره رابطم سوال داشتم، ولی فکر کنم یکم درباره گذشتم بگم. چون نه برفی نداره، ولی یه سوالی ازت دارم. اینگونه که من صرفای تو فهمیدم، فرزند تک خانواده ای، درسته؟ بله. بنابراین تک فرزه. بنابراین تو 10 سالگی که پدر مادر از هم جدا شدن تا حدود 19 سالگی که به حال یه جایی غیر از آلمان بودی، با کی زندگی میکردی؟ اوکی. و بعد با مادر آمدی به آلمان، درسته؟ بله. و همکنون با هم زندگی میکنی؟ نه، من وقتی اومدم آلمان بعد از مدت کوتاهی به یک سال نرسید با یه آقا پسری آشنا شدم و رفتم با اون آقا پسر زندگی کردم و هنوزم با اون زندگی میکنم. یعنی تقریبا 9 سال، یعنی از 20 سالگی. اوکی عزیز، این ده. پسر ایرانیه یا غیر ایرانی؟ جان ایرانی. اوکی. و بعد هر دوی شما چی خوندید، چه میکنید؟ بله، من خب اون موقع که اومدم اینجا یه سال دانشگاهم تمام شده بود. وقتی اومدم اینجا مدارک دانشگاهم و مدرسم قبول نشد، مجبور شدم دوباره برم یعنی دیپلم آلمانی بگیرم. که اولش یکم کار کردم، چون بعد تجربه کار میگرفتم که بتونم برم این مدرسه های دولتی که دیپلم آلمانی بگیرم، این کار کردم. بعد الان دارم دوره فارسی فکر کنم میشه دوره کارمند دفتری تو قسمت حسابداری دارم میخونم و پارتنرم توی ایران کامپیوتر خونده ولی تمام نکرده و الان اینجا توی پست منه. به من بگو اگر حقوق تو 100 یا درآمد تو 100 یورو هست، درآمد او چقدره؟ الان من چون دارم دوره میبینم حقوقم خیلی کمه. اگه حقوق من 100 باشه، حقوق اون 300. اوکی، بسیار خب. حالا مادرم که همچنان همونجا آلمان هستن، جایی نرفتن، درسته؟ بله. اوکی، خب حالا به من بگو که برای چی تلفن کردی عزیز؟ بله، یه چیز دیگه که خیلی مهمه، من 3-4 ساله تراپی میرم به خاطر اینکه دپرشن دارم و وسواس دارم. مثلا نگران برقم یا نگرانم مثلا یه دستامو میشورم مریض نگیرم، یا برق رو چک میکنم، در رو چک میکنم اینطوری. و دلیلی که به شما زنگ زدم اینه که من 9 ساله توی این رابطه هستم و خیلی وقتا نمی‌فهمم اصلا آیا دارم کار درستی انجام میدم یا نه. چون الان 29 سالمه، 2 سال دیگه هم دورم تمام میشه و مثلا سن بچه دار شدن دیگه برای ما خانم‌ها و
خیلی مثلا اینتنسیو تر درباره این رابطه فکر میکنم تا چند سال پیش. من مثلا خانواده پارتنرم رو تازه اولین بار دیدم سال پیش تو ایران. بعد مثلا حس خیلی خوبی نگرفتم و قبلش هم کامل خیلی حس خوبی نداشتم. شما مثلا همیشه میپرسین سه تا چیز مثبت رو بگین، من هی همش داشتم فکر میکردم چی بگم، آخه نمیدونم واقعا چجوری چه چیزی خوب هست یا چجوری باید فکر کنم. یا خب آخه تو که میدونی چه چیزای خوبه. نه من نمیدونم این سه تا چیز خوبی که فکر کردیم من ممکنه بپرسم در مورد به هر حال پارتنرت بود یا درباره خانوادهش بود؟ درباره پارتنرم بود. اگه حالا بریم برگردیم سر نصب کن سب کن، آیا خانوادهش چون تو رو نپسندیدن تو احساس خوبی نداشتی، یا اینکه نوع دیگری بودن از اون چیزی که تو دوست نداری و درست نمیدونی؟ دو طرف هست، هم اونا از من خیلی فکر کنم خوشش نمیاد و من هم از اونا، و مخصوصا اینکه برادرش شیزوفرنی داره یکم منو مثلا ترسوند. نه خب سم، آیا مطمئنی که برادر این پارتنر تو اسکیزوفرنی یا شیزوفرنی داره؟ چون این دوتا یکی هست. بله. اوکی خب باید داره، بنابراین تو هم که زمینه افسردگی داری یا وسواس دلیلی برای بچه دار شدن نیست عزیز. یعنی به نظر من تو با این آدم نمیتونی بچه دار بشی. یعنی احتمال اینکه فرزندانتون مثلا اگر از دوتا بیشتر باشن یکیشون گرفتار بشه خیلی زیاد. ببین عزیز، روزی که ما یه مشکلی داریم و طرف مقابلمون هم این مشکل تو خانوادهش هم مشکل دیگری یا بیشتری یا بدتری، خب اون موقع این ازدواج خودش زیر سوال میره. ولی غیر از حالا ازدواج، مسئله بچه دار شدنه. چون به نظر من اگر تو بخوای، کاری ندارم که اصلا رابطتون جه با اونم اگر خواستی میرسی، ولی اصلا بیا فرض رو بریم بگیریم که رابطه نسبتا خوبه، خب توصیه من به هر دوی شما این است که حتما بچه دار نشید، چون میتونه فرزندتون بیماری ارثی رو داشته باشه و بزنه همه چیز رو از هم بپاشه. برای که یه بیمار مثلا اسکیزوفرنی در خانواده تنها آسیبش به خودش یا برخی از اوقات به بعضی ها نیست، نه به همه سخت و سنگین آسیب میزنه. شما هم که زمینه افسردگی و وسواس رو داری و او هم که اسکیزوفرنی یا شیزوفرنی برادرش، اونم پامیل درجه یک، و حتما هم تو خانوادهش کسان دیگری هم هستن، اینی که تو بیا فرض رو بر این بگیر اگه بخوای با این آدم بمونی قرار بچه دار هم نشی. حالا بچه ها کنی من دلم میخواد بچه دارشم. من خیلی همش از تنهایی میترسم. یکی از دلایلی که تو این 9 سالم تنها نبودم خیلی فکر کنم اینه، من همش میترسم تنها باشم. نه آخه ببین عزیز، تنهایی نه سبون، تنهایی یه احساس روانی است که ارتباطی با بودن با کسی نداره. آدمایی که ازدواج کردن هم میتونن 5 تا بچه داشته باشن تنها باشن. تنهایی به معنی بی کسی نه، بحث اون نیست. اینکه تو با توجه به سابقت حالا به گفته خودت میترسی از جدایی یا تنهایی، خیلی خب اگر ایشون رفت هیچ مرد دیگری نیست از تنهایی میترسم. یعنی چی؟ مثل من برگردم بگم اگر این مغازه بسته شد پس من میمیرم، خب 100 مغازه دیگه هست. یعنی تو چرا بی خودی موضوع رو به هم مرتبط میکنی؟ حالا بیا با فرض این که چی عزیز؟ میگم ببخشید، میگم چون برای بچه دار شدنه مثلا نه خیلی وقت ندارم بخوام الان. نه اونو متوجه. ببین عزیزم صبر، من توصیه‌ام که خیلی هم جدیم نسبت بهش، برای که اگر آسیبا رو ندیده بودم نمیگفتم، اینی که شما نمیتونید بچه دار بشید. حالا بحث دوم مطرح میشه، این که هنوز میخواید با هم باشید یا نه، و دوم میخواید شاید فرزند خوانده داشته باشید. حالا اونم جای گفتگو داره، اونم با توجه به شرایط شما. خب حالا پرسشی که ازت میپرسم، این پرسش لطفا با یه دقتی جواب بده. خودت اصلا فراموش کن سابقه بیماری برادر او رو یا مسائل خودت، رابطه خود شما این 2 سال اخیر با هم بد بوده، بدک نبوده، متوسط بوده، خوب بوده، خیلی خوب بوده؟ تو این 1-2 سال اخیر چگونه بوده؟
با این پارتنر؟ خوب نبودم. خدافظ. خیلی برای نه تموم شد. کوچیک بحث می... نه نه تموم شد عزیزم، تموم شد. ببین عزیز، تو این رابطه تو و او هر دو، تو و او هر دو محروم میشید از داشتن بچه و یا بچه بیارید اشتباه بزرگی. رابطه هم که الان بعد از این همه مدت که با هم بودید خوب نیست، هیچ دلیل نداره بمونید تو این رابطه. حالا تو اگر بگی که بیا از هم جدا بشیم، نظر او و یا پاسخ و واکنش او چیه؟ اون میگه نه درست میشه همه چی، چون الان هیچی درست سخته. نه اصلا شرایط درست. اسکیزوفرنی برادرش چجوری درست میشه؟ چه زمینه ارسی داره تو زندگی تو؟ اشکالات و اختلافاتی که داری چجوری درست میشه؟ درست شده تو این 10 سال 9 سال؟ نه نه به نظر. رابطه جنسی تو الان چطور؟ خوب، بد، متوسط؟ بد. تو هنوز میخوای اونجا بمونی؟ آره. اون سگ بد اخلاقه اومد بیرون رو؟ واقعا خیلی از تنهایی میترسم. بعد فکر کنم عجیب. مثلا نه، مثلا تو چند دفعه میخوای حرف بی خودی بزنی؟ ببخش عزیزم، اگر هر کسی از نمیدونم همسرش جدا بشه، از یکی جدا بشه، دیگه میمونه تنهایی؟ مگر ما یه دفعه این فرصت رو داریم که به نفر خب پس چرا پرت و پلا میگی؟ میشه به من بگی از تنهایی میترسم؟ میشه حرف چی عزیز؟ احساس میکنم بعد وقت من بدشانسم یا بدشانسی خوب باشه یا احساس میکنم بخاطر خب. نه 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 اولا بدشانس خود سب کن عزیزم، رو خط رادیو میگی. اصلا چیزی به اسم بدشانس و خودشانس نیست، چیزای خوب و بد اتفاق میفته، اونم به دلایل خودش که میشه فهمید چرا. یک دوم، تا الان بدشانسی آوردی تو این انتخاب؟ هیچ دلیلی برای موندن نیست. حالا بذار این نظر بپرسم، اگر به او بگی که ما نمیتونیم بچه دار بشیم، هنوز او میخواد بمونه تو این زندگی؟ فکر نکنم خیلی مشتاق باشه مثل قبل. خیلی خوب. و اولا این رابطه جنسیتون که خوب نیست، دعوای کوچیکم که دارید، بچه دارم که نمیخواید بشید. تو با یه جمله‌ای که 3-4 دفعه گفتی که از فاصله که من با تو دارم سوء استفاده کردی و نترسیدی، تنها از تنهایی میترسی. مثلا چون حرف، مثلا حرف از این خنده دارتر میزنه که تو فرس رو میتونی بری یه دوست پسر بگی. نه اینکه توصیه دارم، تو چون مدتی با این بودی، 1 سال باید فعلا برای خودت بگردی و با مادرت و دوستانت باشی و خودتو در زمین های مختلف آماده کنی تا بتونی کسی رو پیدا کنی. ولی این برای چی میگم؟ ببخشید من تو هفته میتونم، ولی گفتم شاید مهم باشه، به خاطر اینکه من به خاطر دپرشنم و اینا احساس میکنم خیلی ضعیفم، میترسم مثلا برم بعد دوباره بدتر برگردم. نه اولا نیکی تو نه سب کن سب. تو میری ولی بدتر بر نمیگردی، بعد تو میری دپرشن و وسواس تو معالجه میکنی. اینا بیماری هایی هستن که قابل معالجه هن یا کاملا قابل کنترل. تو باید این کارو بکنی. برای به تازه با یه همچی حالتی که تو اینا رو داری که نمیتونی بچه دار بشی عزیز. بنابراین دو تا چیز نه صبر کن، دو تا چیز حتمی و قطعی از داره، یعنی 3 تا چیز. 1، بچه دار نمیشی. 2، این ازدواج، این رابطه سالمی نیست. 3، تو باید بری دنبال رفع مشکل یا بیماری که داری، چه وسواس چه افسردگی. درست مثل آدمی است که پاش شکسته، باید بره پاشو درست کنه. حالا بخواد فوتبال بازی کنه یا نکنه، خیابون بخواد بره یا نره، باید پاشو درست کنه. تو که نمیتونی این وضعیت رو تا آخر عمرت ادامه بدی و بهانه و حرف دیم باشه که من افسردگی دارم و وسواس دارم. یعنی چی؟ از که تو حالا یادم میتونه بگه من پام شکسته تا آخر عمر پام شکسته میمونه؟ خب این درستش میکنه دیگه. بنابراین بازی در نیار. میفهمم ویژگی روانیت، اعتماد نداری، اطمینان نداری، هیچ وقت نتونستی به آینده امیدوار باشی، همه اینا رو متوجه هستم عزیز. ولی وقتی از یک کس دیگه ای میپرسی که اون حال تو رو نداره و میتونه بدون درست و غلط ها کجاست، مثل آدمی که تو آدرس رو گم کردی و بلد نیستی من بلدم، دیگه باید به این حرفا گوش کنی. بچه دار نمیشید، این رابطه به نظر خوب نمیرسه، این رابطه الان توش چی نیست، تو با جدایی تنها نمیمونی، حتما باید بری
مسئله بیماریت رو، حالا که مدت هم بودی و مشکل زبان هم نداری، در اونجا حل کنی، از طریق دارو درمانی و روان درمانی ادارش کنی یا کنترلش کنی یا معالجش کنی که نتونه این گونه تو رو آزار بده و اذیت کنه. یا همه روشن روشن دیگه، تو چرا هنوز شک داری نمیدونم. من 3-4 سال هست تراپی میرم ولی بدون دارو. بعد مشاورم به من میگه که من نمیتونم اینطوری عوض شم، یه جوره یکم شاید مثلا چی میگن under control داشته باشم وسواسامو بعضی وقتا، ولی اونطوری نمیتونم. نه، تراپیست تو عوض کن. تراپیست ایرانیه یا غیر ایرانی؟ ایرانی هست. حالا نمیدونی، میدونی بدون که اسم ببری مدرکش چیه، عنوانش چیه، روان پزشک، روان شناس چیه؟ خب عوض کن، برو سراغ روان پزشک هست. اول برو سراغ، و توی این مدت هم به تو نگفتی برو پر روان پزشک شاید به دارو بده؟ نه، به من گفتن که از اون تجربه که داشتن با تراپی هم حل میشه. باری که حل نشده ده عزیز من، حل که نشده. تو همه این کارات جوریه، تو دختر باوشی هستی، چرا خودتو زدی به خنگی؟ با یادم با یه تراپیست بیره کار نمی کنه، یه مدتی میمونه، خب میره جای دیگه. بلاوه گفتگو و مشورت با یه روان پزشک چه اشکالی داره؟ تازه کاری هم با کار منم که کمی آشنایی، یا با برنامه هم آشنایی، یه روان پزشک برو ببین نظر اون چی عزیز. برخی از اوقات موضوعی از این قبیل اینقدر زمینه های مشخص بیوشیمیایی مغزو داره که با یه دارو یه دفعه 80-90% همه چیز عوض میشه. بنابراین روان پزشک تو میری، اون خانم روانشناس رو همراه میکنی، بچه دارم نمیشی، درباره تنهایی هم نمیترسی، برای که تنهایی ترس نداره. بنابراین ببین چه میکنی، اگر بعدا مشکل مسئله داشتی و لازم بود مشورت کنی زنگ بزن، ولی خب یادت باشه من رو خط رادیو سگ و بد اخلاق. بله. آی دکتر من یه چیز دیگه هم بگم، شاید خیلی هم مسخره به نظر بیاد، ولی برای من یه مشکله. من با پارتنرم بچه ندارم ولی یه سگ با هم داریم. سگ چند سالشه؟ 3.5 سال. خب حالا یکتون برش دارید دیگه، مردم بچه هاشون رو قسمت کنن، شما هم بکنید. نه بسر این چیز مسخری نیست عزیز، برای بسیاری موضوع جدیست. برای میتونید یه جوری هم کوتاه مدت شریکی داشته باشید، یا هر دو موافقت کنید بریدش به یه سازمانی که مطمئن، یا یه کسی که مطمئنید به خوبی ازش مراقبت کنید. بنابراین دنبال بهانه نگرد دختر، 50 سال اینجوری بعد زندگی نکن. دوا میخوای، دکتر تو میری، فکر کن در باره زندگیت که میخوای واقعا چه کنی. بچه دارم نمیشی، با این فرض ببین چه میکنی. یه مدتی بگذره، چند ماهی بگذره، اگر به یه جایی یا نتیجه رستی، اگر نخواستی زنگ بزن، ولی برای کتک کاری این دفعه آماده باشه. بله. اوکی، مرسی، موضوع خودت باشه. خیلی ممنون آقایی، واقعا شما خیلی دوست میکنی، خیلی ممنون. خیلی شما.